نخستین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه ساینس و تکنولوژی در کشور قزاقستان برگزار شد. در این نشست نمایندگان 57 عضو این سازمان، 5 سازمان بین‌المللی و 5 کشور ناظر شرکت کردند. هدف از برگزاری این اجلاس تحکیم روابط بین کشورهای اسلامی و تقویت فناوری در این کشورها گفته شده است. رئیس جمهور غنی در این اجلاس گفته است که افغانستان خواهان همکاری‌های بیشتر اقتصادی و ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه است. در افغانستان جمهور رئیس در قزاقستان پاستانه که در اسلامی هیوادونو در تکنولوژی و ساینس در کنفرانس پاهشه که در قزاقستان در جمهور رئیس سره در افغانستان و قزاقستان پر دو اړخیز اړیکو به ځانګړي توګه د ترانزیت او تجارت په برخه کې پر همکاریو باندې بحث کړی دی. رئیس جمهور غنی در آشه این نشست با رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده است. در این دیدار رئیس جمهور ترکیه از آمادگی کشورش در زمینه افزایش همکاری میان افغانستان و پاکستان خبر داده است. رئیس جمهور غنی گفته است که افغانستان آماده گفتگو با پاکستان برای رفع چالش‌های موجود است. ترکیه جمهور رئیس هر سرګند کړی د چی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روابط په شوالي کې به همکاري کوي. د افغانستان جمهور رئیس ډاډور کړی دی چې افغانستان له پاکستان سره د اړیکو په شوالي کې هر ډول باسته آمادگی لري. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید تا زمانی که ترورستان در پاکستان تمویل و تجهیز شوند، تامین امنیت در کشور زمانگیر خواهد بود. ای را باز میگیم و باز ای را تکرار میکنیم که مشکل در پاکستان است، ترورستا در پاکستان است، اونجا تسلیم میشه، تجهیز میشه، آموزش میبینن، روان میشن در افغانستان و اینجا نارامنی را ایجاد میکنن. در افتتاح نخستین اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه ساینس و فناوری در قزاقستان، رئیس جمهور این کشور از اشتراک کنندگان این جلسه خواست که گروه جی 15 کشورهای پیشرو اسلامی را به مانند گروه جی 20 ایجاد کنند. این گروه برای گسترش علوم و اقتصاد در جهان اسلام کار کند.